سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. صبح جمعتون بخیر و امروز هم طبق روال هر هفته قرار بریم سراغ اخبار سینما. از جدیدترین تریلرهایی که منتشر شدن تا خبرهایی که از سینما کان منتشر شده. مثل هر هفته هم وقت تلف نمی‌کنیم و یه راست میریم سراغ کارو. هفته گذشته کمپانی وارنر توی صدر اخبار بود و یکی از مهمترین خبرهای هفته مربوط میشد به انتشار تریلر قسمت دوم فیلم جوکر. این تریلر توی 12 ساعت اول انتشارش بیش از 400 میلیون بازدید در سطح اینترنت داشتش که فقط 30 میلیونش توی یوتیوب بوده. بیشتر از 100 میلیون بازدید فقط تو توییتر داشته، بیشتر از 80 میلیون بازدید تو اینستاگرام. همجور تریلری که توی صفحه شخصی لیدی گاگا توی توییتر منتشر شده بیشتر از 4 میلیون بار بازدید داشته. اینجوری که مشخصه موج رسانه این فیلم همین الان قوی تر از فیلم اوپنهایمر در سال گذشته است. یه جورایی این فیلم قرار بشه اوپنهایمر سال 2024. وارنر برای این فیلم کم نذاشته. این قسمتش 200 میلیون دلار بودجه داره، در حالی که قسمت قبلی 50 میلیون دلار بودجه داشت، یعنی 4 برابر شده بودجش. تو همین تریلر یه دقیقه‌ای که ازش اومده میتونید متوجه بشید که با چه دقتی فیلم ساخته شده. چندین شات متفاوت توی تریلر هستش که میشه ازشون عکس گرفت، به عنوان پوستر چاپ کرد. این فیلم خیلی هم سیاسیه، نزدیک انتخابات آمریکا قرار منتشر بشه، یعنی توی مهر ماه، انتخابات آمریکا توی آبانه. قسمت یکم این فیلم خیلی تاثیرگذار بود، جوری که پس از اکران فیلم خشونت توی مدارس آمریکا، همینجور خودکشی توی این کشور افزایش پیدا کرد. برای همین هنوز چند ساعت از انتشار تریلر اول نگذشته بود که یوتیوب هشدار خودکشی برای این تریلر مشخص کرد. این هشدار وقتی داده میشه که یه اثر هنری روی روحیه افراد تاثیر خیلی زیادی میذاره. مثلا یه نمونه دیگه شون موسیقی متن فیلم اینسپشنه که توی یوتیوب برچسب هشدار خودکشی داره، که یوتیوب هشدار میده که اگه کسی روحیه بد داشته باشه با گوش دادن به این موسیقی ممکنه خودکشی کنه. تات فیلیپس یعنی کارگردان این فیلم توی مصاحبهش گفتش که ایده قسمت دوم رو خودش و واکین فینیکس سر صحنه فیلم بدر قسمت اول به ذهنشون رسیده. یه صحنه خیلی جالبم تو این تریلر هستش که معروف شده به لبخند جوکر که توی اینترنت ترند خیلی قوی داشته و همه راجعش صحبت میکنن. طرفدارا تریلر رو هم موشکافی کردن، کلی نکته ریز توش درآوردن. قسمت قبلی بیشتر از 1 میلیارد دلار توی گیشه فروش کرد و شدش پرفروش در این فیلم بزرگ سالانه تاریخ سینما، که حتی اوپنهایمر هم نتونست این جایگاهو ازش بگیره. حالا بعد ببینیم که قسمت جدیدش میتونه موفقیت‌های قسمت قبلی رو تکرار کنه یا نه. یه خبر مهم دیگه هم از کمپانی وارنر توی هفته گذشته بود اینکه فیلم دون قسمت دومش توی گیشه موفقیت تجاری خیلی خوبی رسید و مجموع فروشش رو به 666 میلیون دلار رسوندش. با توجه به اینکه کیفیت خوبش تو اینترنت منتشر شده، احتمالاً دیگه بیشتر از این فروش نخواهد کردش. بر همین کمپانی وارنر رسماً اعلام کرد که مراحل اولیه ساخت قسمت سوم فیلم تلماسه از همین الان شروع شده. فیلم نامه قسمت سوم از قبل توسط دنی ویلنوف یعنی کارگردان این فیلم نوشته شده. اسم قسمت سوم هست مسیحا و قرار این فیلم یک پرش زمانی 12 ساله داشته باشه نسبت به قسمت دوم و بازیگرا همشون با گریم قرار مسنتر بشن. یه خبر دیگه هم که HBO زیر مجموعه کمپانی برادران وارنر اعلام کرده چین بود که قصد داره از این به بعد هر سال یک اسپیناف از دنیای وستروس پخش کنه، به این صورت که امسال قرار سریال خاندان اجدا حوالی خرداد ما منتشر بشه، سال بعدی قرار یه اسپیناف دیگه به اسم شوالیه هفت پادشاهی منتشر کنه و به همین ترتیب هر سال یک سریال از این دنیا خواهیم داشتش. ولی یه چیزی به شکل رسمی توسط این شبکه، همینطور خود کیت هرینگتون یعنی بازیگر نقش جان اسنو اعلام شدش اینکه سریال اسنو که میشد ادامه داستان بازی تاج و تخت هیچ وقت قرار نیست ساخته بشه. کیت هرینگتون توی مصاحبهش اعلام کردش که همراه با جورج آر آر مارتین تمام تلاش خودشونو کردن که داستان جذاب برای ادامه داستان بازی تاج و تخت بنویسن، ولی تمام ایده هایی که داشتن توسط شبکه HBO رد شد، بر همین کلن قید ساختن این سریال رو زدن. تو هفته گذشته چند تا خبرم از رقیب کمپانی وارنر بود، یعنی کمپانی دیزنی، که این شرکت اعلام کرد چندین فیلم و سریالی که در آینده قرار منتشر کنه با تأخیر همراهن. مهمترینشون قسمت پنجم انیمیشن داستان اسباب بازی بود که قرار بود تابستون سال آینده اکران بشه، ولی یک سال تأخیر خورد، رفت خرداد سال 1405. همین که لایو اکشن موانا هم که راک توی این لایو اکشن بازی میکنم یه سال تأخیر خوردش و افت سال 2026. همین که این کمپانی در حالی که همین دو هفته پیش از سریال اکلایت رونمایی کرده بود، دوباره یه اسپیناف جدید از دنیای جنگ ستارگان توی این هفته رونمایی کردش. اسم یکی هستش داستان‌های امپراتوری که سریال آنتولوژی، هر قسمتش داستان جداگانه داره و قراره به شخصیت‌های انیمیشن کلون وارز پرداخته بشه. این سریال همین اردیبهشت ماه منتشر میشه. یه خبر دیگه هم از دیزنی بودش اینکه وسبال یعنی کارگردان فیلم پادشاهی سیاره میمون‌ها اعلام کرده که این فیلم تمام و کمال در مکان‌های واقعی فیلمبرداری شده، یعنی بازیگرا با لباس موشن کپچر تو محل فیلمبرداری
برداری بودن. فقط یه صحنه از فیلم جلوی پرده آبی بوده که برای فیلمی که با این سطح از جلوه‌های ویژه خیلی اتفاق مهمی. این فیلم میشه قسمت 4 و دقیقاً دنباله سگانه قبلیه و چند نسل بعد رو نشون میده، جایی که انسان‌ها قدرت تکلمشون از دست دادن و شبیه میمون‌ها شدن ولی میمون‌ها به تمدن رسیدن. پیش بینی میشه که این فیلم تو 3 روز اولش توی گیشه بین 100 تا 150 میلیون دلار فروش بکنه و قراره 4 خرداد ماه هم اکران بشه. توی هفته گذشته چند تا خبرم بودش از دنیای انیمه ها. اولش که خیلی جالب بود مربوط شد به انیمه جدید هایاو میازاکی که همین چند وقت قبل برنده اسکار بهترین انیمیشن سال شد، تازه الان توی کشور چین اکران شده، در حالی که 8 ماه قبل توی ژاپن اکران شده بود. حالا جالبیش اینجاست تو 3 روز اول اکرانش 50 میلیون دلار فروش کرد و فروش کلی این انیمه رو به 173 میلیون دلار رسوند. قسمت جالبش اینجاست که انقدر استقبال از این انیمه زیاد بوده که رقیبش یعنی فیلم تلماسه 2 رو شکست داد. یعنی فیلم دون 47 میلیون دلار فروش کرد و رتبه 2 رو در کشور چین به دست آورد. پیش بینی میشه که این انیمه در نهایت به فروش 250 میلیون دلاری برسه. خبر دیگه از دنیای انیمه ها مربوط میشد به سریال اتاکان تایتان که مسئولین گینس تو هفته گذشته اعلام کردن که این سریال دیگه محبوب ترین سریال جهان نیست و سریال جوجوتسو کایسن پربیننده ترین و محبوب ترین انیمه نسل زده، یعنی آدمایی که حدود 15 تا 25 سال سن دارن. این جایگاه برای 4 سال دست انیمه اتاکان تایتان بود، جایگاه دوم هم در اختیار وان پیس بود، ولی حالا این انیمه جدید تونسته هر دوتای اونها رو شکست بده. یه خبر دیگه از دنیای انیمه ها تو هفته گذشته بود اینکه مانگای فوتبالیستا بعد از 43 سال تموم شدش. یویچی تاکاهاشی یعنی خالق مانگای کاپتان سوباسا اعلام کردش که این کتاب مصور برای همیشه دیگه به پایان رسیدش و تو هفته گذشته آخرین جلدش هم منتشر شد. خالق این اثر گفته که به خاطر ضعف بینایی همینجور مریضی دیگه مجبور شدن داستان رو تموم کنن، وگرنه اعلام کرده و خودش دوست داره که بازم این داستان ادامه بده. جالب بدونید که این انیمه بیشتر از 70 میلیون نسخه ازش تو سراسر جهان فروخته شده. برای خبرهای بعدی بهتره بریم سراغ سلبریتی ها. توی هفته گذشته دادگاه آنجلینا جولی و براد پیت برگزار شدش. براد پیت 2 پیش از آنجلینا جولی شکایت کرده بود به خاطر اینکه همسر سابقش بدون اجازه اون 3 از تاکستانی که با هم دیگه خریده بودن رو فروخته بود. حالا بعد از 2 این پرونده رفت به دادگاه. آنجلینا جولی هم تو هفته قبلی پیش از اینکه دادگاه برگزار بشه بر علیه براد پیت مصاحبه انجام داد. گفتش که این بازیگر من قول داده بود اگه چیزی از کتکایی که من میزد رو نگم 3 از تاکستان رو به من بده، ولی حالا که زیر قولش زده من میگم که کلی با من برخورد فیزیکی داشته و اون آخرین باری که ازش جدا شده سال 2016 بوده که توی هواپیمای خصوصیشون نه تنها سر آنجلینا جولی رو به پنجره هواپیما کوبیده، بلکه یکی از بچه‌ها هم نزدیک بوده خفه بکنه و آنجلینا جولی هم گفته به خاطر اینکه بچه‌ها رو کتک زده بود تصمیم گرفتم ازش طلاق بگیرم. گفته میشه دلیل دعوای این دو نفر توی هواپیما به خاطر این بوده که براد پیت می‌خواسته بیشتر بچه‌ها سخت بگیره، گفته آنجلینا جولی اونها رو نازک نارنجی بار میاره، سر همین موضوع با هم دیگه دعواشون شده. اتفاقای مشابهی هم هفته گذشته بود، مثلا پسر این خانواده بر علیه براد پیت مصاحبه کرد، اون روی کثافت به تمام معنا خطابش کرد. همینجور دختر براد پیت نام خانوادگی پیت رو از اسم خودش حذف کردش. حالا احتمالاً تا هفته‌های بعدی که دادگاه برگزار میشه خبرهای بیشتری از جنجال این دو بازیگر توی خبرگزاری‌ها منتشر میشه. خبر دیگه از سلبریتی‌ها مربوط میشد به راک که تو هفته گذشته با شبکه فاکس نیوز یعنی رسانه طرفدار جمهوری‌خواه به خصوص دونالد ترامپ رفت مصاحبه کرد که خیلی جنجالی شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه راک تو دور قبلی انتخابات از بایدن حمایت کرده بودش و با این کارش انگاری که از تیم بایدن خارج شده و به تیم ترامپ پیوسته. نکته مهم اینجاست که کلاً هالیوود خیلی زیاد طرفدار دموکرات‌هاست و راک هم خیلی با احتیاط مصاحبه کرد، اینجوری نبود که مستقیم از ترامپ دفاع کنه، فقط گفتش که دیگه از بایدن طرفداری نمی‌کنه. توی مصاحبهش هم چند تا حرف جنجالی دیگه هم زد، مثلا گفتش که با فرهنگ ووک همینجور فرهنگ تحریم مخالفه. این حرفو به خاطر چی زد؟ به خاطر اینکه کسایی که طرفدار فرهنگ ووکن بیشتر طرفدار دموکراتان و خود راک پیش بینی کرده بود که این افراد بهش حمله میکنن بعد از این مصاحبه. راک یکی از پردرآمدترین بازیگرای هالیوود، همینجور که از تاثیرگذارترین شخصیت‌های رسانه‌ایه. رفتارش قطعا رو انتخابات آمریکا تاثیر میذاره، مخصوصا اینکه توی مصاحبهش هم گفتش که بایدن باعث تفرقه و نابودی آمریکا شده. تو هفته گذشته یه موضوع دیگه هم سر همین قضیه فرهنگ ووک جنجال پار کرده بود، اونم تئاتر جدید تام هالند به اسم رومئو و جولیت. چیزی که عجیب بوده و باعث انتقاد توی شبکه‌های اجتماعی شده، انتخاب یک بازیگر سیاه پوست در نقش جولیت بوده. خیلی میگفتن این کار توهین به اثر ویلیام شکسپیر به حساب میادش. انقدر این انتقادا زیاد بود که باعث شد زندایا یعنی دوست دختر تام هالند به این موضوع واکنش نشون بده، کلی دفاع بکنه از تام هالند و گفتش که تا جایی که بتونم بلیت این نمایش رو میخرم و به آدم ها هدیه میدم.
خبر دیگه از سلبریتی‌ها مربوط میشه به فیلم جدید فرانسیس فورد کاپولا که تو اخبار هفته قبلی گفتیم که این فیلم برای رؤسای استودیوهای فیلمسازی به شکل آزمایشی اکران شدش. استقبال از این فیلم زیاد بود، گفته میشد چند دقیقه ایستاده فیلم رو تشویق کردن، ولی حالا تو هفته گذشته خبر رسیده که هیچ استودیویی علاقه نداره که این فیلم رو اکران بکنه. دلیلی که استودیوهای بزرگ میارن اینه که میگن فیلم به شدت تجربیه، داستانش اونقدر هیجان انگیز نیست و احتمالاً فروش پایینی تو جهان خواهد داشت و 100 میلیون دلار ارزش نداره، چون هزینه ساخت این فیلم 100 میلیون دلار بوده و کمپانی‌های فیلمسازی حاضر نیستن روی همچین اثری سرمایه‌گذاری کنن. حرفشون اینه که 100 میلیون دلار نمیارزه. تمام هزینه ساخت این فیلم رو فرانسیس فورد کاپولا از جیب خودش داده و برای ساخت این فیلم کاخونه شرابسازی همجور تاکستان خودش رو فروخته. خود کاپولا اعلام کرده که فیلمش رو اول از همه میبره توی جشنواره فیلم کن اکران میکنه. پس اولین تاریخ اکرانش میشه 17 می یا 28 اردیبهشت ماه همین امسال. با این کارش تصمیم داره که حداقل کاری بکنه که استودیوهای اروپایی حاضر بشن که این فیلم رو بخرن. یه کارگردان بزرگ دیگه هم توی هفته گذشته بود که مشخص شد کسی حاضر نیست روی آثارش سرمایه‌گذاری بکنه، اونم دیوید لینچ بودش که اعلام کردش یک انیمیشن بزرگ سالانه قرار بسازه ولی هیچ استودیوی حاضر به ساختنش نیست. آخرین امیدش نتفلیکس بود که نتفلیکس خیلی رو آثاری که حالت تجاری ندارن سرمایه‌گذاری میکنه، ولی این کمپانی هم جواب رد دادش و حاضر به سرمایه‌گذاری روی انیمیشن نشدش. البته دیوید لینچ گفته که تسلیم نمیشه، بازم با سرمایه‌گذاران دیگه تصمیم داره مذاکره بکنه تا بتونه این انیمیشن رو بسازه. خبر دیگه از سلبریتی‌ها مربوط میشه به کیانو ریوز که اعلام شدش که این بازیگر سر صحنه فیلمبرداری فیلم جدیدش کاسه زانوی خودش رو شکسته. اسم فیلمش هست گود فورچون که توی این فیلم کیانو ریوز با سس روگن هم بازیه. داستان فیلمش هم در رابطه با یه فرشته است که کیانو ریوز نقشش رو بازی میکنه و این فرشته کاری میکنه که یه مرد فقیر برای چند روز به جای یک مرد پولدار زندگی کنه. البته فیلمبرداری فیلم متوقف نشده و این بازیگر با پای شکسته سر صحنه فیلمبرداری حضور داره، فقط دوربین بالا تنش رو تصویر برداری میکنه. خبر دیگه از سلبریتی‌ها مربوط میشه به ساشا بارون کوهن که خبر بد ازش زیاد میادش. دو هفته قبل که ریبل ویلسون بازیگری قبلا همبازی بوده با ساشا بارون کوهن اعلام کردش که این بازیگر بهش تعرض جنسی کرده. این حرف باعث کلی انتقاد تو شبکه‌های اجتماعی شد، جوری که این بازیگر تصاویری از پشت صحنه رو منتشر کرد و گفتش که این بازیگر خودش راضی بوده به هر کاری که من انجام میدادم. ولی حالا توی هفته گذشته خبر اومدش که همسر این بازیگر بعد از 13 سال زندگی مشترک ازش جدا شده. حاصل این ازدواج 3 تا بچه بود. حالا معلوم نیستش دلیل این طلاقشون به خاطر این اتهامات جنسی بوده یا نه. خبر دیگه از سلبریتی ها مربوط میشه به جاناتان میجرز که بعد از محکوم شدنش در دادگاه قرار بودش برای یک سال به زندان بره. حالا تایید شدش که این بازیگر فقط یک سال کامل رو باید دور از هالیوود باشه و حق نداره که پاشو تو این منطقه بذاره. دلیل این موضوع به خاطر اینه که جرمش خیلی سنگین نبوده، برای همین لازم نیستش حتما به زندان بره. بعد از یک سال این بازیگر میتونه به هالیوود برگرده، ولی بعیده که همون فرهنگ تحریمی که راک ازش صحبت کرده بود اجازه بده که این بازیگر دوباره حرفه خودش رو ادامه بده. خبر دیگه از سلبریتی مربوط میشه به جکی چان که بعد از چند هفته بالاخره به اون عکسش که چهره پیر و شکسته داشته واکنش نشون داد. این بازیگر که الان 70 سالشه با انتشار یه پستی توی اینستاگرام اعلام کردش اون عکس از سر صحنه فیلمبرداری که از جدیدترین فیلماش گرفته شده که تو اون فیلم باید با گریم پیرتر از چیزی که در واقعیت هست به تصویر کشیده بشه و از طرفداراش خواست که نگرانش نباشن و گفتش که توی سلامتی کامل به سر میبره. خبر دیگه از سلبریتی مربوط میشه به مسابقه جدید جاناتان نولان که اعلام کرد هنوزم قصد داره فصل پنجم سریال وست وورد رو بسازه. گفته که ایده های خیلی خوبی هم برای سریالم دارم، ولی هیچ شرکتی حاضر به سرمایه گذاری روی فصل جدیدش نیست. توی مصاحبهش گفته که من خیلی آدم کمالگراییم، حتما باید هر کار رو شروع میکنم تمومش کنم و اینکه ناراحته که چرا سریالش روی فصل چهارم کنسل شده. سریال وست وورد هر فصل جدیدی که ازش منتشر میشد تقریبا مقدار بازدیدش نصف فصل قبلی بود، جوری که فصل چهارم کاملا به زیان مالی تبدیل شدش و کلا کنسل شد و رفت. تو هفته گذشته یه سریال جدیدم از جاناتان نولان منتشر شد که همین الانم هم میتونید دانلود کنید و ببینیدش، یعنی سریال فال اوت که از روی بازی کامپیوتری فال اوت ساخته شده. این سریال از نظر نمره هم موفق بود، تونست از راتن نمره خوب 93 رو بگیره و از متا نمره 72. برای خبر بعدی بهتر بریم سراغ فیلمای جدیدی که قراره بیان. اولین خبر مربوط میشه به دیوید فینچر. اینجور که اعلام شده این کارگردان بزرگ قراره فیلم غریبه ها در قطار، یعنی فیلمی که آلفرد هیچکاک کارگردانی کرده بود، رو بازسازی کنه. قرار نیستش دقیقاً مثل فیلم
قدیمی باشه، اینجوری گفته میشه فیلم قراره مدرن تر باشه. دیوید فینچر یه عادتی که داره اینه که اصلا اجازه نمیده که خبرگزاری‌ها هیچ بویی ببرن از فیلم‌های جدیدی که قراره بسازه. همین الان این کارگردان در سکوت خبری در حال ساخت نسخه آمریکایی سریال بازی مرکب، یعنی فیلم سینمایی داره میسازه. تازه یه قرارداد 3 ساله با استریم نتفلیکس بسته، قراره فیلم‌ها و سریال‌های بیشتری رو برای این استریم کارگردانی و تهیه کنه. حالا احتمالاً تا هفته‌های دیگه خبرای بیشتری از پروژه‌های جدیدش منتشر میشه. خبر دیگه از فیلم جدیدی که قرار بیان مربوط میشه کمپانی A24 که از فیلم جنایی ترسناک ماکسین رونمایی کردش. این فیلم میشه دقیقاً دنباله فیلم‌های ترسناک ایکس و پرل و تو این فیلم هم میا گاست بازی می‌کنه. فیلمم در رابطه با شخصیت ماکسینه که حالا تصمیم داره به لس آنجلس بره و ستاره سینما بشه. این فیلم قراره 26 شهریور ماه اکران بشه. از فیلم‌های جدید دیگه که قرار بیان این بود که تو هفته گذشته مشخص شد بعد از 4 سال کشمکش بالاخره قرار فیلم مست عشق محصول مشترک ایران و ترکیه 29 فروردین ماه توی سینما ها اکران بشه. این فیلم قرار زندگی شمس و مولاران رو در یک بازه زمانی کوتاه نشون بده. کارگردان فیلمش هم که اصلا نیاز به معرفی نداره، یعنی حسن فتیه که قدیم آثار معروفی مثل سریال شهرزاد یا جیران یا مدار صفر درجه رو ازش دیدین. توی سریال شهاب حسینی و پارسا پیروزفر و چندین بازیگر ترکیه‌ای بازی میکنن و اینجور که خبرها به گوش میرسه قرار بازیگر ایرانی و تمام بازیگرای ترکیه‌ای روی فرش قرمزی که در ایران قرار برگزار بشه حضور داشته باشن. دلیل ممنوعیت این فیلم به خاطر تبلیغ صوفیگری بود، چون مولانا تفکرات صوفی داشته، به خاطر قوانین سفت و سخت سانسور توی ایران اجازه اکران نمیگرفته و سازنده های فیلم هم قصد سانسور نداشتن، ولی بالاخره بعد از 4 سال ظاهرا مجوز گرفتن. یه خبرم بگیم از فیلم جدید اسکارلت جوانسن و چنینگ تیتم که موضوع جنجالی داشته. اسم فیلمشون از فلای می تو د مون، یعنی با من به ماه پرواز کن. اسمش یه جوریه آدم فکر کنه فیلم رمانتیکه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. داستان فیلم تو دهه 60 اتفاق میفته، زمانی که آمریکا برای اینکه بتونه با شوروی رقابت داشته باشه سر رفتن به فضا تصمیم میگیره که الکی یه فیلم بسازه، انگاری که آمریکایی‌ها تونستن به ماه سفر کنن. این فیلم از همین الان تو شبکه‌های اجتماعی کلی جنجال داشته و قراره 22 مرداد ماه، یعنی 12 جولای اکران بشه. یه خبر دیگه هم بگیم از فیلم‌های جدیدی که قراره بیان، بعدش بریم سراغ اخبار سمی. که اتفاقا این خبره خودش دست کمی از اخبار سمی نداشتش. یه فیلم جدید قراره بیاد به اسم نایت بیچ که ایمی آدامز توش بازی می‌کنه، برای استریم هولو هم هستش. قراره 16 آذر ماه هم توی سینما اکران بشه. حالا چیزی که در تو فیلم عجیبه اینه که فیلم داستان یه مادری رو روایت می‌کنه که ایمی آدامز نقشش رو بازی می‌کنه، که این مادر فکر می‌کنه که رفته به رفته داره به سگ تبدیل میشه و توی خونه‌اش مثل سگ رفتار می‌کنه. این خبر که منتشر شد طرفدارای ایمی آدامز انتقاد می‌کردن که این بازیگر چندین ساله که فیلم خوب نتونسته بازی کنه، خیلی فاصله گرفته از دورانی که همیشه ردیف اول مراسم اسکار می‌شستش. همه امیدوار بودن حداقل تو سال 2024 یه فیلم بازی کنه که دوباره بتونه به روزهای اوج خودش برگرده. اما بریم سراغ خبر آخر، خبر سمی، که بازم یه خبر قرار بگیم از جان سینا. همونجوری که تو اخبار سمی چند هفته قبل گفتیم، این بازیگر برای تبلیغ فیلم جدیدش رفت اکانت اونلی فنز باز کرد. البته اکانتش مجانیه ها، هیچ پولی از طرفداراش نمیگیره. 70,000 تا دنبال کننده هم داشت. هیچ پستی هم تو اکانتش نذاشته بود. همه منتظر بودن ببینن که چی قراره پست کنه، مخصوصا به خاطر اون حاشیه‌ای که توی مراسم اسکار داشت. و حالا تو هفته گذشته این بازیگر یک ویدیو از خودش توی اکانت اونلی فنز منتشر کرد و همه کسایی که امیدوار بودن چیزی ببینن از این بازیگر رو ضایع کردش. خب دوستان، اینم از ویدیو این هفته. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و تو هفته بعدی خدا نگهدار.